البته همه با هم باید تلاش کنیم و میکنیم. اگر شما شروع کنید ضرر نخواهید کرد، تضمین میکنم. اگر پول نقدتون را به ارز رایج مثل یورو یا دلار تبدیل کنید، تقاضا برای خرید ارز بالا میرود، سپس قیمت دلار و یورو در بازار از کنترل خارج می شود، از کنترل دولت خارج می شود و نظام بانکی نمی تواند ارز مورد نیاز مردم را تأمین کند و نمی تواند ارز مورد نیاز مردم را به بازار تزریق کند، یعنی آنقدر ارز در اختیار ندارد. کمبود دلار و یورو باعث افزایش قیمت آنها در بازار مالی و افت شدید ریال می شود. دولت راندخوار از کنترل انحصاری بازار عاجز می شود و بدین ترتیب در کمتر از 2 ماه شریان اقتصادی دولت قطع و سیستم اقتصادی دولت کودتا زمینگیر می شود. بخش بسیار کلانی از ثروت مردم نزد وزارت مسکن و حج و زیارت و خودروسازهای داخلی است. با اعلام انصراف از حج و خرید مسکن و خودرو و پس گرفتن پولتان، این ثروت را از دست حکومت بیرون بیاورید و تبدیل به دلار کنید که مطمئناً دولت و نظام بانکی قدرت تهیه این میزان دلار را نخواهد داشت. ارزش ریال به طور مقطعی نزول شدیدی خواهد کرد و اقتصاد نظام زمینگیر خواهد شد. اقتصاد پاشنه آشیل نظام است. بدون این ثروت، نظام نه قدرت سرکوب ملت و خرید آدمکشان را دارد، نه میتواند به بسیجیان حقوقهای آنچنانی بدهد تا بچه های ملت را بزنند و بکشند و بگیرند و پسران و دختران عزیز مردم را در زندان ها مورد تجاوز قرار دهند و نتوان ساخت کمپ ها و آشویتز هایی مانند زندان کهویزک را خواهند داشت و نمیتوانند به دنبال ماجراجویی های هسته‌ای و ساختن بمب اتمی بروند و ایران را درگیر جنگ و تحریم کنند. با این کار همچنین ارزش پولمان را که به شکل ارز در اختیار داریم نیز حفظ می‌کنیم و در هنگام سقوط دلار و سقوط ریال، چون ارزش مالی ارز کاهش پیدا نمی‌کند، ارزش پول ما هم حفظ می‌شود. بعد از پیروزی جنبش سبز، اقتصاد کشور مثل بناهای دیگر بازسازی خواهد شد. جنبش سبز برای برقرار کردن همه پرسی، برای تعیین نوع حکومت آینده است با قانون اساسی که بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر تنظیم شده، بدون دخالت مذهب و حرفای اضافه. تمام ارزها را به ریال ایران تبدیل خواهیم کرد و ریال را به جایگاه واقعیش در اقتصاد دنیا ترقی خواهیم داد. اگر بدهی بانک و اقساط تسهیلات، مالیات ها و عوارض مختلف خود را ندهید، بانک ها و دستگاه های دولتی
و شهرداری ها و قوه قضاییه برای پس گرفتن وام ها و مالیات ها دچار حجم انبوهی از پرونده ها می شوند و زمینگیر و درمانده خواهند شد. اگر کالاهای چینی و روسی و کشورهای حامی کودتاچیان را نخرید، مبادلات دولت کودتا با آن کشورها در کمتر از 2 ماه قفل می شود. اگر صندوقهای صدقه کمیته امداد را تحریم کنیم و از پرداخت نزورات در امامزاده ها خودداری کنیم و خمس و وجوه شریعه را به مرجع خاموش ندهیم و حداقل آن را به سال بعد موکول کنیم، نظام نمیتواند با این پولهای نزورات و صدقه ها و وجوه شریعه به فلسطین و لبنان و سودان و سوریه پولهای کلان بدهد و یا 18.5 میلیارد دلار پول و شمش طلا به سوی لبنان بفرستد که در ترکیه کشف و ضبط بشود. با این طرح نظام دیگر نمیتواند با پولهای ملت ما برای دختران در سوریه و لبنان و سودان و جاهای دیگه جهیزیه تهیه کند و آنها را به خانه بخت بفرستد و در عوض دختران و حتی پسران زندانی ما را در اختیار مزدوران لبنانی و اردنی و سوری قرار دهد تا آنها را مورد تجاوز قرار دهد. همچنین پشتوانه مالی مقام رهبری و نظام رانت محور او نیز به شدت ضعیف شده و از بین می رود. این نظام نامشروع را با روشی بی خطر، ساده، بدون هزینه جانی و حتی از لحاظ مالی سودآور، زمینگیر و تسلیم و سرنگون خواهیم کرد. شروع کار از همین فردا. شما شخص خود شما شروع کننده و نفر اول باشید. بروید بانک ها و سایب ها و حج و زیارت و و و و و و پول هایتان را پس بگیرید و بلا فاصله یورو و دلار بخرید. این نظام را بدون خونریزی و با روش‌های مدنی و مدرن تسلیم یا سرنگون می‌کنیم، آنچنان که از فرط فلاکت به دریوزگی بیفتند و ناچار شوند تسلیم خواسته‌های بر حق مردم شوند و قدرت نامشروع را رها کنند و حاکمیت را به ملت بسپارند.